و خدا شد خدا شد شهادت های عالی. وقتی یک زن منور میشه، خانواده او بلند کرده و منور میشن. وقتی یک زن و شوهر در اون جایگاه الهی در جایگاه خودشون بیستن، قوت و سلامتی روی کلیسا میاد. آمین. کلیسا تقویت میشه. وقتی کلیسا بلند کرده بشه، حتما پیرامون کلیسا دنیای بیرونم تحت تاثیر، تحت شعاع قرار میگیره. من فقط به طور خلاصه هفته گذشته رو براتون میگم، خیلی خلاصه. امیدم اینه که هفته اونایی که نشنیدن برن گوش کنن. ما از تیتوس باب 2 از آیه 3 شروع کردیم، اشاره به زنان پیر، یعنی اون بلوغ روحانی هم میتونه باشه، سن جسمانی هم میتونه باشه، که چه وظایفی در مقابل زنان جوان دارن، چه مسئولیتی دارن. البته نمیدونم هفته پیش گفتم یا نه، یادم نیست، برای همین گفتم الان اشاره کنم که زنان نمونه، زنان بالغ لزوما به این اشاره نمیکنه که پرفکت های روحانی هستن، بدون عیب هستن، بلکه زنانی که وفادارن به عهد قلبن، ولی بارها شاید شکست خوردن، تو نمونه بودن زمین خوردن، ولی بلند شدن، صحنه رو خالی نکردن. خدا از این زنهایی که واقعا مثل اون چینی های شکسته هستن که میاد، چون ایستادن با وفاداری بند میزنه و از اونها یک نمونه میسازه برای دیگران. و همینطور هفته پیش با هم دیگه مرور کردیم که چقدر این تعلیم نیکوه که زنان سال خورده باعث بشن که زنان جوان پاکدامن باشن، خردمند باشن، کدبانو باشن، مهربان باشن، مطیع شوهر باشن، شوهر دوست باشن. چرا؟ چون نه تنها خانواده بنا میشه، بلکه باعث میشه که انجیل عیسی مسیح خداوند بی اعتبار نشه، زیر سوال نره. و همینطور به راز عظیم ازدواج اشاره کردیم که زمانی که این سر آشکار میشه بر طرفین، موقعیه که اونا متعهد میشن وارد این عهد ازدواج بشن. یکتن بودن رو توضیح دادیم که چه بُعد عظیم و غنی داره، نقش مهم و حیاتی یک زن رو در عهد ازدواج، انتظار خدا از یک زن، یک زن با ایمان، و موضوع سر بودن مرد و اطاعت از او رو توضیح دادیم در پیدایش باب 2 آیه 7. چطور شد که چرا خدا اول آدم رو ساخت، فلسفه نخستادگی آدم و نقش به سزای او در خانواده، و همینطور آدم رو بیرون ساخت، بعد از آدم بود، ساخت آدم بود که باغ عدن رو، که چرا این ترتیبات بود، اینا رو با هم مرور کردیم و تا اینجا ادامه دادیم. آیه 18 که خوب نیست که آدم تنها باشد، خوبه که یه معاونی موافق وی بسازیم. معاون و کمک کننده آدم باشه. زن رو زنی بسازیم، شخصی بسازیم که معاون و کمک کننده آدم باشه. برای چه منظور زن ساخته شد، آفریده شد؟ برای اینکه آدم رو برای اون هدفی که خدا برای او خلق کرده بود چیکار کنه؟ معاونت کنه، حمایت کنه. در واقع زن با اطاعتش، با مطیع بودنش چیکار میکنه؟ با حمایتش کمک میکنه که مرد اون رهبری خودشو به نحو احسن، اون خطاب خودشو انجام بده. کار رهبری مرد چی بود؟ کار خطاب مرد چی بود؟ حمایت از زن، تدارک خانه، محافظت، نظارت. درسته؟ یعنی میخوام اینو متوجه بشین، اگه تو جایگاه خودمون نیستیم، ضرر به کی میخوره؟ خودمون میخوره. وقتی حوا در نقش و دعوت خودش نیسته، در نهایت به خودش و به خانواده صدمه میخوره. متوجه این؟ آمین. که واقعا خوش به حال کسایی که اینو خیلی زود یاد بگیرن، خوش به حال کسایی که هنوز ازدواج نکرده دارن اینا رو یاد میگیرن. چون خود من شخصا خیلی شکست خوردم، خیلی کم آوردم، چون جایگاه خودم رو خیلی دیر فهمیدم. و من همینطور نکته های خیلی اساسی رو میگم که نقش کمک کننده به معنی پایین بودن نیست، بلکه به معنی اینه که در عبری
برای این میگه معاون ساخته، چون خود یهوه و خود خدا بارها این معاونت به اون اطلاق داده شده، گفته من معاون قوم خودم هستم، من حمایت کننده قوم خودم هستم. آیا یهوه پایین تر از پسر یا روح القدسه؟ نیست؟ نقش خدا، چیزی که نقش خدا داره در آفرینش داره ایفا میکنه، داره به زن اطلاق داده میشه. باب پیدایش باب 2 آیه 22 و 23 میگه بعد اسم او رو وقتی زن رو ساخت پیش مرد آورد، اگه لطف کنی 22 و 23 اسم او رو نسا نامید. یعنی آدم بود که اسم زن رو گذاشت. زن هیچ اسمی نداشت. 22 و 23 رو لطفا بخون. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. زیرا که از انسان گرفته شد. آیا حوا واقعا مقاومت کرد؟ جنگی اونجا به وجود اومد؟ نیست؟ از طرف حوا جنگی به وجود اومد؟ چرا تو اسم منو باید انتخاب کنی؟ دیدین تو عهدای ازدواج معمولا باید اسم فامیلی مرد بیاد رو زن. مثلا مگه من فامیلیم، اینو بارها شنیدم، مگه فامیلی من چه عیبی داره؟ مثلا من منوچهری هستم، اتفاقا یکی از شعرهای فارسی زبان معتبر ایران اسمش منوچهریه، برای چی بذارم باباییان؟ هوا اقتدار و مسئولیت آدم رو روی خودش چیکار کرد؟ داوطلبانه میپذیره. ما تو اون موعظه یادتونه، اگه یادتون باشه، خود اسم برداشتن انگار وصل شدن به عهد، اتصال به عهد. وقتی یکی اسمش عوض میشه انگار اون عهد در جایگاه خودش قرار میگیره. از انسان گرفته شد، اسم او را نسا بذاریم، یعنی برگردان من. نسا یعنی برگردان من، کپی نرم و لطیف من، کپی لطیفتر از انسان. لطافت و نرمی حوا کامل کننده قدرت و محکم بودن مرده. متوجه این؟ هر دو انسان بودن. در حوا اون نیمه لطافت و نرمی وجود داشت. باید این دو یک بشن تا چی بشه؟ به اون کمال برسن. پیدایش باب 3 آیه 20 میگه آدم زن خود را حوا نام نهاد، بعد از اون حوا نام نهاد زیرا که او را مادر جمیع زندگان نامید. آدم گفتیم چی خارج از باغ عدن سرشته شد، یادتونه؟ باغ سمبول چی بود؟ خانه و خانواده. زن در باغ آفریده شد، در خانه، برای خانه. برای این میگه مادر جمیع زندگان، یعنی زن تحت رهبری و سرپرستی مرده که میتونه حتی مسئولیت مادریشو درست انجام بده. متوجه این؟ کسایی که من خودم اینو عمیقا تجربه کردم که اگه مسئولیت مرد نباشه، خود زن و بچه ها چه صدمه ای میخورن. متاسفانه با ورود شیطان این تصویر زیبا چطور به هم خورد، چطور خط خطی شد. عکس زیبای خدا چطور به طرف زشتی حرکت کرد. مرد مسئولیت داری خودشو کنار میذاره با ورود شیطان، زن قدرت و کنترل رو تو دستش میگیره. متوجه هستین؟ وقتی مرد مسئولیت داری خودشو کنار بذاره، یعنی از زنش دیگه نمیتونه محافظت کنه، متوجه هست؟ نمیتونه حمایت کنه. بعد اونجا چی به وجود میاد؟ زن به خاطر اینکه دیگه کسی نیست رو سرش، پوششی نیست، احساس ترس میکنه. برای همین هی میخواد خودش با سعی و تلاش خودش خیلی کارا رو بکنه. برای همین این روح کنترل که روی زنه به خاطر این احساس بیپناهیه، احساس ترسه، چون از جایگاه اصلی خودشون خارج شدن. متوجه هستین؟ اکی به وجود اومد از موقعی که آفل
زنان رو آموزش بدین که مطیع شوهران خود باشن. کلمه مطیع عزیزان فقط به وضعیت اشاره داره، نه موقعیت. موقعیت هر دو یکسانه، مثل خدای تثلیث، پدر، پسر، روح القدس، هر سه مساوی هست. درسته؟ وضعیت اونا کاملا یکی، ولی موقعیتشون. عیسی مسیح چی بود؟ پس همین فکر در شما باشد. من الان رو زنان دارم اعلام میکنم، تو فیلیپیان باب 2:5. پس همین فکر در شما باشد ای زنان، همینجور که عیسی در صورت خدا بود، با خدا بودن، برابر بودن رو غنیمت ندونست، لیکن خود رو خالی کرد، صورت غلام گرفت، شباهت مردمان شد، خودشو فروتن کرد، تا کجا؟ تا موت صلیب، مطیع پدر شد. چرا؟ چرا عزیزان؟ برای اینکه اون تر، اون مأموریت خدا رو در اون نقشه الهی و خطابی که داشت اطاعت کنه، اون طرح نجات رو انجام بده. قرار بود او در جایگاه خودش، در نقش خودش مطیع پدر باشه. تا چه اندازه؟ تا موت صلیب. اگه او اطاعت نمیکرد، آیا خانواده الهی به وجود میامد؟ متوجه هستین؟ با هم برابرن، ولی به خاطر اینکه نقش خودشو انجام بده خودشو مطیع کرد، همچون که یک زن کاملا برابره با یک مرد. فقط ما خطابمون فرق میکنه، خطاب ما اینه، برای اینکه اون هدف خدا روی زمین انجام شه بیشتر توضیح میدیم. برای اینکه هدف و نقشه خدا عملی بشه، خطاب زن مطیع بودنه. وقتی زن قرار مطیع باشه و مرد رهبری و نقش خودش رو انجام میده، متوجه؟ همه چی سر جاش، مثل اون کفتنده ها. زن نمیاد شلوار مرد رو به پا کنه، نقش او رو بازی کنه که همه چی به هم بخوره. مرد به عنوان رهبر خودش به خدا جوابگوه و در این هدف مبارک خدا گذاشته و این دوتا با هم پیش میرن. نقشه خدا، هدف خدا برای خلق زن و مرد چی بود؟ حاکمیت روی زمین، اقتدار برای هر دو. عزیزان وقتی که یک زن و مرد با هم هماهنگن، این هماهنگی مرد و زن از عالی ترین برکاته که خدا به انسان داده. این زن و مردی که با هم در هماهنگی هن، یک دروازه اونجا باز میشه عزیزان، به سوی یک قلمرو و اقتدار روحانی که خدا امر فرمود از همون صبح پیدایش. متوجه این؟ و دستیابی به این اقتدار و این حاکمیت که خدا میخواد برای انسان که زن و مرده، چی مشروط بر چیه؟ که زن جان خودشو عزیز ندونه، مرد جان خودشو عزیز ندونه، مرگ انسان کهنه، خودشو به خصوص زن خالی کنه، مثل عیسی که خودشو خالی کرد و دنبال حق و حقوق و نفع خودش نبود. برای همین میگه هر کدوم دو نفر با هم، کدوم دو نفری مثل زن و شوهر میتونن زیر این سقف آسمون یک بشن و در اون قلمرو روحانی قرار بگیرن؟ تو ای تیتوس، سخنان شایسته تعلیم صحیح رو بگو، بگو به زنان باله، خاطر نشان کن که تعلیم بدن به زنان جوان که اطاعت کنین از همسرتون و فرصت دست شیطان ندین تا خانواده سالم به وجود بیاد، خانواده‌ای که پادشاهی خدا روی اون خانواده مستقر شه، نه پادشاهی انسان، نه خودخواهی انسان که نتیجه میشه نیروهای تاریکی که تو اون خانواده حمله میکنن. وقتی که دو نفر در هماهنگی هستن، اونجا اقتدار خدا نمایون میشه، نقشه خدا که جلال خداست، سلامتی، صلح، شادی برای خانواده اونجا حاکم میشه و خدا جلال میابه. آمین. و کلام خدا مورد اتهام قرار نمیگیره، کلیسا زیر سوال نمیره. زن صالح زنیه که مطیع همسرش باشه. آیا این تحقیرآمیزه عزیزان؟ افتخاری خیلی پرشکوه که به زنان داده شده که با اطاعت و فروتنی ملکوت خدا رو جلو ببرن، پادشاهی خدا رو روی این زمین بیارن. زن خردندیش، زن حکیم، زن پاکدامن و عفیفه، زن خداترس، دائم مراقبه دعوت و خطاب خودش به عنوان یک زن،
آیا در خطاب خودش داره راه میره که این زمام امور رو دست شیطان نده؟ چون اول شیطان میخواد به خانواده بزنه و ترتیبات رو بین ببره و معمولا میاد سراغ زنان سبکمغز که دائما به گذشته و خودخواهی های خودشون فکر میکنن. تا زنان جوان رو بیاموز که شوهر دوست و فرزند دوست باشن، خرد اندیش، پاک دامن، خانه‌دار. عزیزان تمام این چیزها رو گفته، خانه‌دار، مهربان، مطیع شوهران خود، مبادا کلام خدا بی اعتبار بشه و دشمن فرصت بد گفتن داشته باشه. ما اینجا به مهربانی و نیکویی درست بعد از خانه‌داری داریم نگاه میکنیم. یعنی اول خانه‌داری میاد، کدبانوگیری میاد، خصوصیت عالی که خیلی عزیزان خار شمرده شده. خانه‌داری خیلی داره هر روزم خارتر شمرده میشه. البته منظورم خانه‌داری اینه که یه زن خانه خودش داشته باشه. برادر ادوارد میگفتش که یه زن رفته بودن خواستگاری، میگفت یه زن باید خانه‌دار باشه، نجیب باشه. بعد گفتن یعنی منظور چیه؟ یعنی یه خونه شخصی از خودش داشته باشه، یعنی دست به جیب شوهرش نزنه، نجیب باشه؟ نه، منظور این نه بود. اون سومیشو نمیخوام بگم. در امثال باب 31 به اندازه کافی، امیدوارم آدرسشو دادم هفته پیش، راجب مشخصه زن صالحه گفته شده. بریم بخونیم. من الان برای اینکه طولانی میخوام عشام داشته باشیم نمیخونم. بخون سایه 10 11 تا 13 باب 31 آیه 10 11 تا 13. عزیزان خصوصیت رو وقتی میخونی، کسایی بودن خوندن؟ آمین. او رهبر نبود عزیزان، اینجا موعظه نمی کرد، یه چهره مردمی نداشت، او فقط یک زن خانه‌دار بود، او یک زن دیندار بود که از طریق زندگی پرهیزکارانه خودش، از طریق پاکدامنی، از طریق شوهردوستی و فرزندوستی نوشته بر تمامی زنان برتری یافت. پسرش سلیمون چقدر او رو بلند میکنه. این راجب اون نوشته تو این باب 31، پسرش از تمجید این مادر نوشته شده. او زنی قوی بود، با وقار، که از آینده نمی ترسید. سخنانش پر از حکمت بود، نصایح محبت آمیز بود، تنبلی نمی کرد، به احتیاجات خانوادش رسیدگی می کرد. تمام این خصوصیاتی که گفته، بعد میگه زیبایی فریبنده است و ناپایدار. اما زنی که از خدا می ترسه، زنی که از خدا میترسه قابل ستایشه. پاداش کار او رو به او بدین، نزد دروازه ها او رو ستایش کنین. عزیزان منظور کلام خدا این نیست که یه زن نمونه از دید کلام خدا این باشه خجول، زبون، خانه نشین، همجور بزن تو سرش. برای چی گفتم اینا رو بخونی؟ چون این امثال 31 قشنگ داره او رو تکمیل میکنه. زن نمونه از نظر کلام خدا، همسری شایسته، هم مادری مهربون، زن صالحه، تولید کننده است، بیرون کار میکنه، به خودش میرسه، مدیر، مدبر، کارآمد امور منزلشه. در بیرون میبینیم زن صالحه باب 31 چقدر فعاله. من واقعا الان نمیخوام اسپیرم، تصویر دو سه تا زن اومد تو همین کلیسا که بیرون کار میکنه، چقدر واقعا به خانوادهش میرسه، چقدر خانواده دوسته، چقدر تو خدمت وفاداره. ولی وقتی نگاه میکنی با تمام این مزایای عالی که داره، با وجود تمام این وفاداری و شایستگی که داره، به خاطر این مهارت‌ها عزیزان، مهارت‌های حیرت انگیز، اون مورد احترام گذاشته نمیشه. وقتی تو امثال باب 30 رو میخونی همش تکیه بر اینه، به خاطر اینکه اولویت داده به خدا، خدا ترسه. آمین. بعد از طریق این تصویرها براتون در آخر نشون میدم که منظورش چیه. در جامعه ما خیلی، مخصوصا امروزی، خود منم اگه مواظب نباشم میتونم خیلی تو این وادی غرق شم.
خیلی زیاد به ظاهرمون اهمیت میدیم، پدر خودمون رو در میاریم، قطر کمرمون یه ذره باریک در باشه، ظاهری جوان‌تر داشته باشیم، چقدر رقابت میکنیم در پوشش، در آرایش، آرایش های افراطی. ولی در این آیات اصلا اشاره‌ای به ظاهر زن نمیکنه. جذابیت او عزیزان تماما از شخصیت الهی او نشأت میگیره، از شخصیتی که اولویت ها رو تشخیص میده. متوجه هستین؟ باور کنید در طول این زندگیم دیدم دخترایی که قیافه های چندانی هم نداشتن به خاطر شخصیت الهیشون چطور پسرها برای اونا بالبال زدن، و کسایی بودن چه ظاهرهای زیبا ولی شخصیت روحانیشون چقدر متزلزل و پایین، یکی هم تره بارشون نمی کرده. زن صالحه رو وقتی میخونی از یک زن به خصوص صحبت نمیکنه عزیزان، یک تصویر کلی از یک زن میده از دید کلام خدا. الگویی که داره ازش صحبت میکنه مو به مو، نمیخواد که ما مو به مو از اون تقلید کنیم، میخواد که ما الهام بگیریم. منظورش این نیست که دقیقاً بریم شبیه او بشیم، اما سخت کوشی او، صداقت او، ابتکار خلاقیت او، ابتکار عمل او، درسای خیلی عظیمی رو به ما میده. در رنجش‌های بی پایان زندگی نکردن او، وقتی که میگه زن صالحه به آینده میخنده، یعنی نگران بدبخت آینده، علی فردا چی میشه، یه هفته چی میشه، حق من چی، حقوق من چی، گذشته چه اتفاقایی افتاده. خصوصیت زن صالح هست، زنی که اولویتش خداست. متوجه هستین؟ در رنجش های پایان ناپذیر دائم قربال نمی کنه و زندگی نمی کنه. ویژگی های این زن که تماما به طور خیلی مشخص از تیتوس هم اشاره شده، در نهایت چی میشه؟ موقعیت او، این خصوصیت اخلاقی او، به عزت او، به سرفرازی او چطور منجر میشه عزیزان. زن کدبانو زنیه که خوراک کاهلی نمیخوره. تمرکز و اولویت این زن بعد از خدا به خانوادشه. خانه‌داری در اصل یونانی چیه؟ اشاره به نظم، ترتیب در خونه، رسیدگی به احتیاجات فیزیکی و روحانی، روحی اهل خونه است. هدفی که خدا برای زن گذاشته. نیست؟ زن قهرمان ما زنی فعال. ولی در وهله اول تمام انرژی خودشو عزیزان در اول برای خدا و بعد برای خانه و خانواده میذاره. چرا؟ خانه و خانواده؟ چرا؟ چون اصلا زن برای این خلق شده، این خانه‌داری در اون نهادینه شده. کجا گفتم اینو؟ از آفرین. چون زن در باغ آفریده شد، یادتونه؟ باغ سمبول چی بود؟ خانه و خانواده. خدا رو شکر میکنم عزیزان که هیچ قومی مثل قوم ایرانی، مثل قوم افغان عزیز، اینقدر کدبانو، خانه‌دار، متعهد به خانه و خانواده نیستن. واقعا انگار من خودم وقتی فکر میکنم انگار اصلا در بستر یه همچی خانواده، در بستر یه همچی فضایی رشد کردیم. البته خیلی موقع هم لذت بخش به اون صورت نبود، چون خیلی زنای ایرانی تو این قسمت افراد میکنن. مادر من واقعا میتونم بگم یک نمونه عالی، یک الگوی منحصر به فرد بود. و چقدر وقتی کم میارم به اون نگاه میکنم که از خانه‌داری او بخوام شبیه او بشم، در شباهت و الگو برداری او واقعا کم میارم. اما این زن عزیزان، زنیه که بالفطره در نهادش چیه؟ به کار لذت میبره، عاشقانه کار خونه رو میکنه، با تمام انرژی که میذاره، هم و غمی که میذاره نیست برای خانوادش. ولی اینجا خیلی مهمه، ولی زمانی میرسه نه زن صالحه ما، یه ایدئالیست داره اونجا نشون میده، به خودمون الان نگاه میکنم، زمانی میرسه که این زن اون تصویر کلی رو از دست میده در کار خانه‌داری و کدبانگری. چه زمانی؟ زمانی که خستگی، یک نواختی، سنگینی کار خونه چطور روی دید او، نگاه او تأثیر میذاره و او رو تبدیل عزیزان به یک زن خسته، شاکی میکنه که دائما انگار فقط داره رسیدگی میکنه به دیگران.
و این یه موزل خیلی بزرگیه که زن ایرانی خیلی تجربه میکنه. الان میخوام یه زنی رو بهتون معرفی کنم در کنار اون خصوصیت زن ایدئالیست صالحه. خدا رو شکر برای کلام خدا، برای صداقت کلام خدا، که خیلی موقع در این سفر سخت زندگیمون، به خصوص از کار خانه‌داری، همسرداری نیست، ما تنها نیستیم. زیبایی کلام خدا اینه که نه فقط چیزای مثبت و بلکه چیزای منفی را چقدر عالی در کلام گنجونده. فکر میکنی کی رو میخوام معرفی کنم؟ کدوم زنه که خیلی فعال، خستگی ناپذیره، خانه‌داری کرده، نظافت کرده، اما خیلی هم حالش بده. ها؟ نه، تابیتا نه. آفرین. کدومشون؟ آفرین. زنی که در بیت انیا زندگی میکرد. در لوقا بعدا میخونیم باب 10 میتونیم پیدا کنیم. ما دقیقا نمیدونیم ازدواج کرده و بچه داشت در چه فصلی از زندگیش بود. ولی کلام خدا میگه او یک زن خانه‌دار بود. انگار که به اهل خونهش خیلی میرسید. اصلا مرتا عزیزان خوراک کاهلی نمیخورد، ولی زمانی میرسه که زیر بار سنگین کار خونه پادر میاد. توجه کنین که نکات مثبت این زن هرگز زیر سوال نرفته. او خواهرش رو معرفی میکنه کلام خدا که مهمون نوازن، افراد میارن خونه که به تعلیمات عیسی گوش بدن. اما در بین این جریانات یه اتفاقی میفته، او خسته و درمونده، انگار از مهمون نوازی و از تمام این کارا داغون شده و همه اون تصویر پیش چشش کدر شده. عزیزان وقتی یک زن خسته میشه خونه داری، دعوت مقدسش از بین میره توی زندگیش. خیلی وقتا اتفاق میفته که کار زیاد خونه ما زنان ایرانی رو سرخورده میکنه، مضطرب میکنه. در لوقا وقتی که اون مضطرب عیسی رو میبره زیر سوال، خیلی زیبا میگه، میگه ای مرتا تو در چیزهای بسیار اندیشه میکنی، ولی یک چیز تو رو لازمه، یک چیز که بیای نزد قدم‌های من اون نصیب نیکو رو برداری. انگار چی داره میگه؟ میگه ای مرتا به زبان خودم، زبان تعلیمی امروز، تو خیلی اولویتاتو قاطی پاتی کردی. متوجهی؟ چون اولویتات قاطی شده الان یه همچی حالی شدی. آیا یادتون میاد زمانی که زیر فشار کار بودین؟ اعضای خانواده، مهمان‌ها همه اونجا بودن، خانواده، شوهر و بچه، انگار مهمون‌ها مهمون‌دار شدن، دارن فوتبال نگاه میکنن، تخمه رو بیار اونو بیار. یادم یه بار چند تا شبان خونه ما شام بودن، منم خیلی خسته بودم، هیچ وقت یادم نمیره، بعدش هم خواستم یه ذره جلوی اینا حالتهای روحانی در بیارم. جلوی چند تا شبان آلمانی بود، اصلا خواستم خیلی خانه‌دار باشم. حالا اتو داشتم خسته داغون، گفتم چیزی دیگه لازم نداریم، و تو دلم گفتم خدا کنه بگن هیچی لازم نداری. بعد اونا گفتن نه خیلی ممنون بشین. یهو آلبرت گفت میشه از اون نونا بیاری؟ گفتم خواهش میکنم، همچی با محبت، ولی تو دلم رفتم که این نونو بردارم تو آشپزخونه. باور کنی خشمم با هرس از این توته ها توش بود، گره خورده بود اینجوری تاره کم، گفتم نمیگه نه هیچی نمیخوام، اینجوری یه دون نون برداشتم و بردم گشتم اینجا. بازم با یه لبخند نشستم. بعد یکی دو ساعت آلبر رفت توی که گفتش ببین همه خشم تو این پلاسیگار رو اینجوری پاره کرده. گفتم آره واقعا اینقدر خسته بودم که اصلا هرسم گرفت چرا تو من چیزی خواستی. و وقتی که ما خسته میشیم، یعنی مرتا، چیکار میکنیم؟ میریم خدا رو زیر سوال میبریم، میگیم تو رو باکی نیست، او رو بفرما که به من کمک کن، تو نمیدونی خواهر من داره چیکار میکنه، چرا به اون هیچی نمیگی؟ خدایا چرا حال زار من بیخبری؟ متوجه هستین؟ عزیزان پولس در لیست خصوصیت مخصوص زنان مهربانی رو چیکار میکنه؟ درست بعد از خانه‌داری گذاشته. انگار میگه اگه خانه‌داری میکنی باید با محبت و مهربانی باشه.
خانه‌داری احتیاج به روحیه مهربانی داره. آمین. مرتا تنبلی به خرج نمیداد. در خانه‌داری خیلی هم مهربون بود. او آروم بود، مهربون بود. اما چقدر خسته شده بود. روحیه قضاوت روی اون اومده بود. بی احترامی میکرد به خداوندش، با گستاخی صحبت میکرد، با روحیه تلخ خانه‌داری میکرد، شکایت و غرغر میکرد. هدف از خانه‌داری گفتیم چیه؟ ایجاد یه محیطی امن، آروم برای خانواده تا مسیح جلال بیابه. آیا وقتی لحن ما بده، صدامون بالاست، یه محیطی غیر قابل تحمل برای بچه‌هامون، شوهرمون به وجود میاریم، آیا خدا جلال میابه؟ تو امثال باب 21 آیه 19 میگه که در زمین خشک ساکن شدن خیلی بهتر از این که زنی که دائم نق میزنه و غر میزنه. و اما مسیح در مقابل تمام این روحیه غرغر مرتا گفت بیا مریم، یک مشارکت زنده با من داشته باش مثل مریم. بیا اولویت وقت تو به من بده، نوبر وقت تو به من بده تا روحیتو با روحیه مهربون بتونی خطاب تو انجام بده. نگفت خانه‌داری نکن، خانه‌داری تو بذار کنار، بلکه گفت تو برای خانه‌داری کردن، برای خطابت احتیاج به چی داری؟ احتیاج به روحیه مهربان داری که نزد پاهای من به دست میاری. عزیزان، ما زنها، همه انسان‌ها در طبیعت بنیادی خودمون اصلا شخص مهربونی نیستیم. مثلا وقتی خسته میشیم، من که همه بدتر، خیلی کم میاریم. برای همین عیسی هشدار میده نزد من بیا، زیر پاهای من بیا، بیا به من بگو که خسته ای، داغونی. بیا این دعوت مهم و خطیر خانه‌داری رو که احتیاج به روح مهربان و ثمرات مهربان داری از من دریافت کن. زن صالحه میگه دستای او با رغبت، با نقنق مثل من، با خشم کار نمی کنه، بلکه با شادی، تعلیم محبت آمیز بر زبان اوست نسبت به همسرش و بچه‌هاش. با بچه‌های خودش با سرکوف، غرغر، چرا اتاقتو جمع نکردی، خسته شدم، داغ، همه اینا کلمات خودم بوده. خودم چه زخم و دردهایی به دیگران ایجاد کردم. خوش به حال شما که الان فرصت داریم، فرصت داریم. این موقع من خیلی حسرت می‌خوردم و خداوند گفت الان شاید نتونی جبران کنی، بده به کسایی که اونا بتونن برای بچه هاشون انجام بدن. آمین. زنان جوان باید آموزش ببینن که خانه‌داری، بچه داری رو با روحیه مهربانی، نیکویی، تا کلام خدا متهم نشه، تا شوهر و بچه ها از مسیح به بدی یاد نکنن به خاطر رفتارای ما. زنی که مواظب اهل خانه‌شه، متوجه است، با روحیه مهربون داره کار خونه رو میکنه، کجا، از کجا به دست میاد عزیزان؟ زیر پاهای عیسی. آمین. زیر پاهای عیسی مسیح تسلی عظیمی ما میتونیم بگیریم از اون خستگی ها. من اینجا چیزی رو براتون آماده کردم. بزرگتر از این، آیا این سنگ ها پر این ظرف ما ظاهرم پره؟ بسیار تعلیم هم بدم بگیم بله ظاهرم پره. الان چی؟ الان هم پره، پرتر شد نیست؟ الان چی؟ دیگه پس جا داشت نیست؟ جا داشت عزیزان. اول سنگای بزرگ بود، پر بود، دفعه دوم هم بازم جا داشت، پر شد، درسته؟ این شیشه عزیزان نمادی از زندگی ماست، متوجه هستین؟ سنگهای بزرگ، این سنگهای بزرگ خصوصیت با ارزش و حیاتی زندگی ماست، اهداف بزرگ ماست، خطاب ماست. خدا، کلام خدا میتونه باشه، همسر تو بزرگترین خطاب زندگی توست، باورهای توست. اگه این سنگهای بزرگو در شیشه نذاریم، آیا باز هم میتونیم اینو پر کنیم؟ میتونیم پر کنیم نیست؟ با چیزهای حاشیه‌ای، با چیزهای خیلی ریز. و
ولی اول اگه سنگهای بزرگ رو نذاریم و سنگهای کوچیک رو، یعنی اولویتهای خودمون رو تشخیص ندیم با چیزهای حاشیه‌ای بی ارزش که خیلی چیزا میتونه باشه، دفعه دیگه راجبش صحبت میکنیم، اینو پر کنیم دیگه جا داره که سنگهای بزرگ رو بذاریم نیست؟ این چیزهای بزرگه که عزیزان اولویت زندگی ماست و ارزشهای الهی داره در زندگی ما، نیست؟ اگر این چیزهای ریزو اول بریزیم که اصلا ارزش نداره، خیلی موقعها ما صبح تا شب، واقعا دارم میگم صبح تا شب، به جای اینکه به زندگیمون، مثلا تکنولوژی با این فیسبوک، یعنی صبح تا شب داریم پستامون رو نگاه میکنیم، بد نیست نیست؟ اگه اولویت زندگی تو انجام بدی، من خودم هم نگاه میکنم، این موقع استراحت دارم دراز میکشم، خستم، میام برای تفریح، ولی اگه صبح که بلند میشی به جای اینکه اولویت زندگی خودت پدره، رابطه با اونه، از اون پر شدنه، این سنگهای بزرگ رو سر جاش بذاری، بعد میتونی سنگهای کوچیکم اینجا جا میگیره، نیست؟ میتونی زندگی خودتو عزیزان با چیزهای ساده و بی ارزش پر کنی که نهایت چی میشه؟ تنش، حیات نداری، پر نقنقی، پر از توقعی، پر از انتظاری و زندگیت هیچ مفهوم و ارزش الهی نداره. میتونی اول سنگهای بزرگ و هر روز صبح که بلند میشی بذاری، سنگهای کوچیک همه اون ریزها سر جاش قراره. آمین. اگه تو مدیریت زمان داشته باشی صبح که بلند میشی، یک زن صالحه، فرقش با یک زن نادان و جاهل اینه که فقط از طریق مریم یاد گرفتی نیست، اولویت‌های زندگیشو تشخیص نمیده. دعای زندگی شخصی ماست، رابطه، ملاقات با خداست، این سنگای بزرگ همسرداری، خانه‌داری، تمام اینا سر جاش قرار بگیره. آمین. و آمین که امروز واقعا بخوایم از خداوند که این حکمت رو به ما بده. من خیلی موقع هست، الان تقریبا چند هفته است، حتی رفتم تمام فیسبوک و خیلی جاهاشو که دیدم فقط همینجوری صبح تا شب پیامای بی خودی، خیلی ها رو لوشن کردم. اولو گفتم وای الان این ناراحت نشه، اون گفتم نه من نمیتونم صبح تا شب هی فقط هی بزنم و پاک کنم و تمام نشستم نزدیک 10-15 نفر 20 نفر نه برای اینکه دیدم من نمیتونم با این افراد رابطه برقرار، اول واقعا من بلد نبودم، همینجوری میزدم اصلا نمیدونستم. یادم یادت شیما جان به تو گفتم، گفتم الان اینو بزنم مثلا الان نمیدونستم الان این دوست من بشه باید نمیدونم کامنت بذارم، باید اینو بذارم، باید اونو بذارم، چون ازم بر نمیاد و چقدر خودشون ناراحت شدن اصلا من پاک کردن، گفتم خدا رو شکر. اولویت های زندگی ما چیه عزیزان؟ و خدا امروز میخواد اولویت های زندگی رو به ما نشون بده. سرای خودمون رو خم کنیم.